امشب دیگه چه خوابی برامون دیدی پدر عزیزم؟ تقصیر منه که نمیذارم بری بیرون فست فود بخوری. اوه، حالا همچی میگه فست فود، انگار شام برامون فسنجون قرمه سبزی درست کرد. دیگه سیب زمینی که این حرفا رو نداره. شستن ظرفا با جناب عالی ها. چش. سلام عرض می‌کنم. سلام خانم. لطفاً تفاوت نشونت میده بابا. بیا، مصاحبته. دو پوده با نقشه نامتبارن که رد شمارش اکثرا بالای 40 رجه. ما بفرمایید که این فرش از چند گره تشکیل شده؟ عرض کنم که از 3500 تا 6000 گره در هر دسیمتر مربع کار شده. البته بسیار با دوامه. در واقع جنبه تزئینی داره. بله، خیلی نفیس و در ضمن گرانبهاست. و صد البته یک سرمایه خوب فرهنگی. بله بله، همینطوره. در ارتباط با کیفیت تولید فرش می‌مانم. وجه تمایزی که کیفیت تولید فرش‌های شما با دیگر فرش‌ها داره چیه؟ هم از مناطق سرسبز غرب ایران به خصوص اطراف کرمانشاهان تهیه میشه. سلام، بفرمایید، در خدمتم. سلام، ببخشید ممکنه می‌خواستم مسئول اینجا رو ببینم. خب من دیگه رفتم. امر رئیس آقا. خواهش می‌کنم، نه فقط مراقب همه چی باش. چشم آقا، حتما. بله. الو، ببخشید آقای رادمنش. بله بفرمایید. آقای هادی رادمنش. بله خودم هستم، بفرمایید. خیلی خوب، خدا نگهدار. خدافظ آقا. سلام. نورا فلاح هستم. خوشبخت. ببخشید شما کاتالوگی بروشور چیزی دارید که من ببینم؟ در حال حاضر نه. سایت چی؟ میتونم آدرس سایتتون رو داشته باشم؟ هنوز راه اندازی نکردیم. یعنی اقدام کردین؟ اقدام که در هر صورت میدونید که میتونه براتون برد تبلیغاتی عالی داشته باشه. دقیقا. من فکر میکنم حیفه که کارتون رو گسترش ندین. تو دنیای تجاری امروز تبلیغات حرف اصلی رو میزنه. شما میتونید با یه تبلیغات خوب کارتون رو گسترش بدین و به همه جای دنیا معرفی کنید. در هر صورت میتونید دیگه خودتون از یه بازار داخلی یا حتی محلی کوچیک نجات بدین و به همه جای دنیا معرفی کنید. بله اتفاقا برنامه دارم که کارم رو گسترش بدم. من میتونم در خدمتتون باشم. الو، شب بخیر حاج آقا. شما؟ من یه دوست قدیمی. نمیخواین خودتون رو معرفی کنین؟ بیخیال من شاجی، من زنگ زدم خودتو بهت معرفی کنم. متوجه نمیشم حاجی، من که گولی نقش بازی کردم تو نمیخورم. شما کی هستی؟ سال 67 یادته؟ سال 67؟ آره. یکم فکر کن شاید یادت میاد. حرف میزنی یا گوشی رو قطع بکنم؟ جوشی نشه آجی، جوشی نشه واسه من. میگم حرف بزن. شب عید قبل سال تحویل، تا
طلا فروشی میساخ. تو چی هستی؟ کارخانه بازه. برو کنار آقای شریک نکن. برو کنار. تو چی هستی؟ فکر کنم خیلی بد مغازم شدم. شب بخیر آقای خسرو شکویی. الو بفرمایین. کارت خیلی درسته حجی. الله اعلم. به چه استان داری خبر دادن ثبت نام کردی؟ آره. ببینم چیکار میکنی. البته با کمک شما دوستان. میگم اگه رأی بیاری من رئیس دفتر خودت میکنی؟ لودجی نکن جونی من. چه پستی به من میدی ها؟ بابا مسخره بازی رو بذار کنار. باید ببینمه. واسه چه خبر شده؟ خبرهای خوب. خبرهای خوبت هم دیدیم و شنیدیم. این یکی فرق ماهوی داره. از بیا ببینم. من تا ندونم که با هم چی کار داری پا اونجا نمیذارم. جلسم شروع شده است باید برم. فعلا خداحافظ. ببینید من تا اینجا فقط روی لوگو راد کار کردم. فکر میکنم نقره به خاطر رنگ روشنی که داره روی زمینه رنگای سرد بهتر جواب میده. نقره یه حس دوگانه ای داره. هم از این نظر که فلزه برای همین یه مقدار خشنه. ولی خب از طرف دیگه هنر ظریفیه. و پارت ریزه کاری. خیلی خب بازم براتون اتوت میذارم. فقط به من بگین که چه زمینه رنگی رو ترجیح میدین. زمینه زرد یا صورتی بهتر نیست؟ نه 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 نه. سیاه. سیاه. حالا روی مشکل کار میکنم. الو. الو. سلام ای راتمنش. آتینا من چی میخوای؟ جسارت نباشه. داریم درس پس میدیم. اما از قدیم و ندیم گفتن جواب سلام علیکه. علیکه مال کسیه که سلامش از ته دل باشه. حتی دل منم خوندی. باشه. حالا که اینطوری بگونم کار ما راه میندازی نه؟ چی میخوای؟ باشه. زود دوزاریت میفته. مردشی باشو بیا اینجا خودتو نشون بده تا ببینم کی هستی. خدمت میرسم. اما به وقتش. دیدی مرد نیستی؟ اگه مردی به اینه که سر رفیقتو بکنی زیر آب و سهمشو بکشی بالا. آره من مرد نیستم. من کسی رو نکشتم. معلوم میشه بالاخره این مملکت صاحب داره، دادگاه داره. گورتو گم میکنه یا پلیس خبر بکنم؟ پلیس هم بد فکری نیست. چه بهتر که خودت این کارو بکنی. نمیدونی چه عشقی میکنم. بفهمم دوزاری پلیسو انداختی. باز خیالت راحت بکنم، تو این دیگ هیچی نیست. شاید برای من نباشه، ولی اقلش اینه که یه پرونده بعد این همه سال رو میشه. گوش کن رفیق، کار منو راه بنداز و کار به خیر و شرت نداشته باشم. بهت فرصتی بده فکر کنی. من فکری نمیکنم. نشد دیگه آقای خسرو شکوی سابق، آقای هادی رادمنش فعلی. ببینم اگه فامیلیت اسم خیابون عوضش میکنی. گوش کن رفیق، فقط یه فرصت کوتاه بهت میدم فکر کنی. چطوری؟ مخلصم. این وقت شب؟ کارم. چی؟ بیا تو. یک کار نون و آب داره عمری. یک کار نون و آب دار؟ آره. کلک ملک تو کار نیست؟ منو که کلک. چی هست؟ شب عید. چه کاری شب عید؟ چی هک کلاجت دنده میزنی؟ این مسافر، اون مسافر، پنج زاری یه تومن از دست این و اون میگیری. نشد کاسبی که آخرش هم اینه به وضع زندگیت. بدتر از من اجاره نشینی. چی میخوای بگی؟ چه کاریه؟ چه کاسه زیر نمگاز هست؟ هیچی. نه ترس قربونت برم. قاچاقه؟ قاچاق کدومه؟ ناهید بیداره؟ نه خوابیده. بیا بگم بگم خب در چه حالی؟ در حال کارای خوب. آه چه عکسی جالبیه. خیلی. اینا مال خودته؟ اینو نه، کارای خانومیه. فوق العاده خوب عکس میگیره. نگفته بودی؟ خب دیگه تازه اومده پیشمون. قراره واسه همون سایت هم طراحی کنه. بعد تک تک این عکس ها رو هم قراره بذاریم تو سایت. خب حالا این خانوم کی هست؟
خسته نباش. چراغ حبابدار، چراغ لاله آویزدار، اینا آماده است. لنتر چی؟ نه لنتر نه. تنگ شافتار؟ آره مگه ننوشته؟ نه تو بنویسی. قدرت بیار. بله آقا تو فهمش بیار. ببین همه این اجناسی که اینجا نوشته شده رو بسته‌بندی میکنی برای نمایشگاه. چشم آقای مهندس. عجب کارهای جالبیه. این فضاها برام خیلی آشناست. من بیشتر تو همین زمینه کار میکنم. گرایش شما به نقاشی و گرافیک از کجا اومده؟ من تحصیلاتم گرافیکه. گرافیک خوندم یعنی. آه بله. دانیال برام گفته بود. نه منظورم قبل از دانشگاهه. اصلا چی شد که اومدین سمت این رشته؟ تأثیر بابا و مامان بود یا شایدم علایق شخصی؟ واقعیتش اینه که پدرم راستی ایشون کارشون چیه؟ پدر من سالها پیش فوت کردن زمانی که من خیلی خیلی بچه بودم. معذرت میخوام، من نمیخواستم ناراحتتون بکنم. نه بابا خواهش میکنم. پس شما با مامان زندگی میکنین ها؟ بله مادرم خانه داره. امورات خونه، بازنشستگی، چیزی؟ من دارم کار میکنم دیگه، تامین هزینه ها با من. احسنت، آفرین. جلسه با کی؟ یا آقای، چطور مگه؟ ببخشید منظوری نداشتم. آخه من چند باری با تون تماس گرفتم بعد شما گوشتون خاموش بود. آره دیگه بعضی وقتا ناشنا میشه. پس جلساتتون خیلی مهمن. آره خب آره. به هر حال خانم من منتظر شما هستم. کی تشریف میارین؟ هر وقت شما بگید. مثلا حالا میگم اینجا باشین میتونین؟ دنیا چه دیدی؟ شاید مثل زن عنکبوت یه دفعه خودم رسوندم بشه. خانم من حالا سری بحث غیر جدی ندارم. من ساعت 5 منتظرتون هستم. الو الو، اگه صدامو میشنوین گفتم که 5 منتظرتون هستم. خوبه. سلام. بله چند تا اتول براتون میزنیم. هر کنون که مورد پسندتون بود براتون انجام میدیم. خیالتون راحت باشه نقره خالص خانم. اون چیز که شما میفرمایین اون جنسش برنج روکش نقره داره. بله. نه خیلی دیگه همه میدونن. نقره خالص. خدا نگهدار. آقای رادمنش سایت باز نمیشه. سایت؟ بخش مدیریت فروشگاه. میخواستم چند تا عکس بذارم توش باز نشه. یوزر رو پسوردشون عوض کردم. عوض کردی؟ برای چی؟ باید به شما جواب بدم؟ معلومه که نباید جواب بدید، چون نمیتونید جواب بدید، چون مدیریت داخلی این فروشگاه به شما ربطی نداره. شما فقط یه طراح سایت هستید. کارمند روابط عمومی هم زیر نظر مدیر داخلی کار میکنه. خانم مسئله بی خود شلوغش نکنیم، بی احترامی هم نکنیم. وقتی بدون اجازه شما یوزر و پسورد سایت رو عوض کردن معنی روشنی داره؟ نه به نظر من سوء تفاهم. سوء تفاهم یعنی که همین الان از من عذرخواهی میکنن و پسورد سایت رو من میدن. آیراد سایت یه چیز تخصصیه که من نمیتونم دست هر کسی بسپارم. وقتی حاضر نیستن این کارو بکنن یعنی که شما خودی نیستی، یعنی که شما غریبه این آقای رادمنش. میدونی بابا از وقتی که نورا رو دیدم یه جوری احساس میکنم کارم رونق گرفته. خب خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که شما ازش خوشتون. راجب مادرش باهاش صحبت کردی؟ اصلا دعوتشون میکردی بیان اصفهان؟ والا دیگه گذاشتم سر فرصت، احتمالا بعد از نمایشگاه. شاید تو همین ایام نمایشگاه یه سر برم خونشون. دانیال قضیه اون یارو رو شنیدی با پیژام برفت خواستگاری؟ بیا طالب یازره. بیا آقا جون. به 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 به. میدونی بابا این نمایشگاه خیلی برام مهمه. یه جوری اصلا روکم کنیه.
بله. چه قدرت؟ چه داغون کردن؟ کی؟ میگم چی رو داغون کردن؟ زنگ زدین 110 یا نه؟ بابا زنن همه چون رو بود کارگار رو نابود کردن جنس ها رو بابا با چه داری میری؟ خبر دادم به پلیس گفت دست به چی نزنی ما الان گرفت میشه چیزی نمونده اینجا که بهش دست بزنم میارم. سلام رادمنش، خوب هستی؟ سلام. من امروز با مدیر فروشگاه صحبت کردم، خیلی مشتاقن که از نزدیک شما رو ببینن. اگه بشه که شما امروز یه روزه تشریف بیارین تهران که هم از نزدیکشون رو ببینین هم غرفه رو با یه طراحی درجه یک ببینید خیلی خوب میشه. در ضمن امروز محصولاتو میفرستین دیگه، درسته؟ نه. نه؟ چی شده؟ دیشب ریختم تو انبار. بعد تمام کارتونایی که برای نمایشگاه آماده کرده بودیم و زدن شکوندن همه چی نابود کرد. کی این کارو کرده؟ نمیدونید؟ شما واقعا آدم کم‌هوشی هستین یا خودتونو میزنین به اون را؟ اگه منظورتون اون خانمه که اصلا نخیر، ما خیلی وقت میشناسم. باید بهتون بگم که شما هیچ وقت نمیتونید زنها رو بشناسید. من نمیتونم گناه مردم بشم. فکر میکنم دیگه کافیه که خودتونو میزنین به اون را. بهتره که دیگه چشم و گوشتون رو باز کنید. سلام آقا. خانم گلستان کجاست؟ هنوز نیومده. الان ساعت 11 است. ساعت کاری از 9 شروع میشه. بهشون زنگم زدم، همو جواب ندادن. نادر یادشین میگم را بیافت وگرنه من مغزت رو داغون میکنم. را بیافت. الو الو حاجی. خدا بد نده حاجی، صدا چرا اینقدر گرفته؟ حالا فهمیدم واسه خاطر اون نامه است. منم این نامه رو خوندم حالم یه جوری شد. میدونی آدم یاد یه صحنه ای میفته، یه جوری میشه. به قول شما پولدارا چی میگین؟ روزم خراب شد. انبارو چرا به هم ریختی؟ چیو؟ انبارو. انبار پسرمو. من چیکار انبار پسر شما دارم آجی؟ زدی همه چی رو نابود کردی. 100 میلیون خسارت. من اصلا نمیفهمم شما چی حرف میزنی. اگه دستم بهت برسه
گوش کن حاجی، اگه داری این سیابازی ها رو راه میندازی که به ما پا ندی، من خودم تا این صحبتام. اگه نه بدون من هیچ کاری به ملک و اموال شما ندارم، چه برسه به پسرت. ملک و اموال شما حق شماست، مثل این 200 میلیون که حق من. دروغ میگی. هرچه باید دروغ بدم حاجی ها، مگه ازت میترسم؟ کاریو کرده باشم میگم کردم، من هیچ کاری نکردم جز اون نامه، اونم فوق سری و محرمانه. من از اطلاع، من یه پاپاسی هم به تو نمیدم. باشه حاجی، پس بگرد تا بگردی. منم کپی روزنامه رو میفرستم واسه آقازاده‌ت. آقا دانیال، بعدش هم یه رونوش واسه فرش فروشا، سن، اصناف، شورای شهر، دولت، مجلس، اوف، آبرو واسه نمیمونه. گوش کن. گوش کن. گوش کن. یه بار دیگه تماس میگیرم. اونم واسه مایتیله. مایتیله رسید رسید. نرسید منم و تو یا اون نامه‌ای که ذکر خیرش رفت. بس سلام. سلام. دست شما در نکنه خانم گلستان، خوب حقمو گذاشین کف دستم. کار من نیست آقای رادمنش، به خدا کار من نیست. بیا بیا، اگه جرأت داری، اگه مردی، اگه مسلمونی، باید ثابت کنی کاری دختری منه. من به دختر شما اعتماد کرده بودم، اون وقت باید خیانت کنه. خیانت؟ یعنی چه؟ اصلا خودت میدونی داری چی میگون؟ این دست آموزش است که صبحتاشون برای تو کار میکرد، جون میکرد، ناشتا میمدا، ناشتا برمیگشت تو خونه. خیلی دست آموزش دادی، خدا سری تقصیرات نمیگذاره. حالا کار دخترت به جای رسته که بر من عرازل و باش عجیر میکنه. عرازل و باش یعنی چه؟ این حقیقی حرفا یعنی چه؟ من عجیر کردم؟ من کیو عجیر کردم؟ شما اگه مشکلی نداشتی برای چی امروز نیومدی فروشگاه ها؟ من نذاشتم، اجازه ندادم بیاد سریکا. از همه تون شکایت میکنم، همه تون رو دادگاه میکشم. دادگاه؟ فقط بکشونه ما رو به دادگاه، نتونی ثابت بکنی. من میدونم. از شما چی میگی خانوم؟ زندگی ما نابود کرده، کارگاه از این برده، جنسام رفت رو هوا. هر کاری که درست میدونین هم کار انجام بدین، منو بکشونین دادگاه. اما بازم میگم اون خرابکاری کار من نبود. این گرزایتم بذار واسه قاضی، اون موقع شاید دلش رحم باشه. معلوم بشه هر کاری که هر محکمه میخوای برو هر کاری هم. اما اینا بدون شوبشا میخوری، دل این بچه یتیما شکوندی، خدا سزا داد. نابودم کردی، نابودم کردی، بیچارهتون میکنم، نابودتون میکنم. سلامات خانم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوبم خدا رو شکر. خوب شما؟ سلامت باشی. این دو ماه اجاره عقب افتاده رو چی کار میخواییم بکنیم؟ سلام بابا. سلام، چه زود اومدی خونه؟ چرا گوشیتون خاموش بود؟ تو جلسه بودم.
الو چی شد آجی؟ همه چی ردیفه دیگه. آره یعنی 200 تومن نقد. نقد نه یه صدی کم نه یه صدی زیاد. مک 200. مک 200 باشه. حله کجا؟ بهت خبر میدم زودتر. جوش نیر واسه من، جوش نیر، روز خوبمو خراب میکنی. کجا باید بریم؟ ناجوان، فقل خودتون ناجنون، جای قشنگه با صفایی. الو رسیدم. کجایی؟ همین دوره برم. کجا بیام؟ پیاده شو بیا این ور پل، طرفای آتیشگاه، محله منار جنبون. مسلمیه جلو بپیت سمت چپ، بپیت سمت چپ. گوش کن، من حسابه درست حسابی ندارم. روبرو تو نگاه کن. آره همین باقی روبروت، باقی اربابی یا تو. حاجی بهت میگم را تو بکش برو.
حاجی بهت میگم راجب کش برو. به سلامت. تو کی؟ این ساک دسته تو چی کار میکنه؟ میگم چقدر بعد قول و قرارمون همون ساعتی که گفتی ازش گرفتم. من سهم رو برداشتم، این هم سهم شماست. هفتاد تا یه دیگه 50 تا قرارمون 30-70 بود. آره اون قرارمون مال وقت بیدرسری بود، نه الان. الان دیگه قرارمون عوض شده، شده 50-50. بگو جرزنیه دیگه. جر اول شما زدی که گفتی در سری تو کار نیست، خطری تو کار نیست، نه رفیق. قضیه به اون راحتی هم که فکر میکنی نه. سلام. شام بیارم برای آره. چته؟ اتفاقی افتاده؟ نه. چه رنگت پرید؟ با مهران حرفم شد. سری چی؟ فکر میکنه طوق بیغیرتی انداختم گردم. فقط همین؟ من غیر از اینم هست. نمیدونم، تو میدونی. چی رو باید بدونم؟ تو این کمد چی قایم کردی؟ چه؟ صد بار بهت گفتم تو کار من دخالت نکن. نگفتم دخالت؟ یه اون به خاطر همین به من دروغ گفتی؟ من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. گفتی؟ نگفتم. تو این ساب چیه؟ چه اونش به خودم برگوزه. به تو؟ آره به من. اون قب چی؟ کی تو اون قب خوابیده؟ شوهرت. اینو 100,000 بار بهت گفتم، شوهرت. اما تو هیچ وقت باور نکردی. هیچ وقت. او مگه تو ناجنون؟ چرا تو کار من فضولی میکنی؟ من نگرانتم. من اگه نخوام کسی نگرانم باشه باید به کی بگم؟ اون مرده کی بود؟ هر کی. به تو چه مربوطه؟ اون کیف پرپول چی؟ همون که به یارو تحویلش دادین؟ اون یارو کی بود؟ باز چی میخواست فرار کنه ها؟ اون یه طلبکار بود. اون همه پول؟ من چطور تا حالا از شما یک کلام حرف از طلبکار نشنیدم؟ آخه شما چجوری اینقدر بدهی بالا آوردین ها؟ این بدهی به اون تلفنایی که بهتون زنگ می‌کنه مربوطه نه؟ همونه که اعصابتون رو خرد می‌کنه. خرابکاری چی؟ خرابکاری انبار. کار اونه. چرا نذاشتین از خانم گلستان شکایت کنم ها؟ میدونم چرا. چون میدونستین کار اون نبوده. بابا شما به خودتون شک دارین نه؟ نه من به خودم شک ندارم. چرا؟ دارین. وگرنه نمیگفتین کل خسارت عمو رو میدین. برای چی نمیخواستین شکایت رو پیگیری کنم ها؟ برای چی؟ برای چی؟
کار میکنی؟ چرا با وایسادی؟ اگه خالشو نذاشتین پیاده شین. را بیافت بریم خونه. همینجا بسه. را بیافت اگر پیدامو میکنن. قطع با سرقت فرق میکنه. هر کاری بکنی بالاخره پیدامو میکنن. حالا که چی؟ وایسیم اینجا که بیان دستگیرمون کنن. را بیافت پیاده شین. خفه شو. مجبورم نکن. حرکت کن. خونه بی خونه پیاده شین. سبحان ربی الاعلی و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. من جدا متاسفم برای همه چیز. این مال شماست. چیه؟ برش دار. متوجه نمیشم بابت چی؟ قابلی نداره. ببخشید آقای رادمنش، این چک برای چیه؟ میخواستم دلگیر نباشی. البته مبلغی نیست که جبران همه چیزو بکنه. ممنونم، احتیاجی نیست. راجب من چی فکر کردید؟ من تو رو میشناسم. نه نمیشناسید آقای رادمنش. دانیال خیلی اشتباه کرد. و شما سکوت. دلم سوخت. انتظار داشتم تو این شرایط حداقل درکم کنی. یه تو که پا میمدین منزلمون، یه دست نوازش که نه، حداقل رفتار اخلاقی و منطقی تو رو نشون میدادی. درست میگی. باور کنی که مثل یک پدر دوستت دارم و حمایتت کردم. از روی ترحم دلسوزی. نه آقای رادمنش، یه چیزی هست به اسم عزت نفس. ما نمیخوایم اینو بفهمیم. برو خونه. خونه من حق نداره. خفه شو، میری یه جای دیگه. نجات داد. نجات داد. صلاحیت شدن آقای هادی رادمنش. برای چی؟ خودتون باید بهتر بدونی. دستم میندازی ها؟ بابا من خودم هم دو روز دنبال این قضیه ام. خب به منم نمیگم. خودت برو ببین چه خبر تو استان داری.
سلام ماما. سلام عزیزم، راحت اومدی؟ آره. احوال نورا خانم؟ سلام. خبره داغ؟ حالا خیلی داغ نیست، دیگه سرد شده. داغتر از این نکه. چرا صداشو در نیاوردی؟ چی باید میگفتم؟ قضیه رد صلاحیتو میگه. یعنی باید به تو هم توضیح بدم؟ آره، اتفاقا باید به من توضیح بدین، به من که پسرتونم. تا دیروز بهتون افتخار میکرد. یعنی الان دیگه افتخار نمیکنی؟ به خاطر چند تا خبر روزنامه؟ میدونی از صبح داره چند تا تلفن داشتم. حرفتو بزن. خب واسه چی اعتراض ندادین؟ فکر میکنی فایده ای داشت؟ میگن پدره تا قبل از سال 67 کجا بوده؟ هویتش چی بوده؟ تو که بهتر میدونی کجا بودم. با هم بودیم توی زلزله. تمام هستیم، اوراق هویتم، شناسنامم، زنم رفت زیر خاک. بذار توضیح بدم. میگن بی هویته، بی ریشه است. یک مرد بدون گذشته. هر کس گذشته خودشو داره دانیال. اتفاقا گذشته شما به من خیلی مربوطه. آخه چطور آدم میتونه به گذشته که وجود نداشته باشه تکیه کنه؟ تو دیگه اعتمادتو به من از دست دادی دانیال. از همینه وسط آسمون زنگ پا رفت. ولی من که همه چیزو به تو گفتم، قبل از تولدت، بعد از تولدت، یادت هست دانیال؟ سلام، صبح خیلی. سلام. میدونی چی شده؟ چی شده؟ ترمینال زدن. دیشب رادیوم گفت موشک خورده به ترمینال. خیلی ها پود شدن. همینجوری بیهوش افتادی ها. شیر میخوری؟ با تو هم حواست کجاست؟ شیر میخوری؟ نه. اینجا چه خبره؟ خبره ایداغ دانیال، میخوام از شهر اتوبوس خطی کرایه در بستی راحتت کنم. سلام آقای رادیو. خیلی خوش آمدید. سلام خانم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. چطوره؟ منظورت چیه؟ چرا منظور من داری؟ من می‌خوام بدونم منظورت چیه. در واقع منظور بنده از کلمه منظور همون نظره. خوبه؟ باشه. پس مال تو؟ نه. چرا؟ خب ببین، درسته شاسی بلند نیست، ولی فکر میکنم برای شروع خوب باشه. شوخی نکن دیگه. اصلا به قیافه من یه درد شوخی باشه؟ بابات میدونم. از این حرفت خیلی خوشم نیومد. چرا؟ چون که این از حساب شخصی خودم رو خریدم و فکر نمیکنم نیازی به اجازه کسی داشته باشم. ببخشید، برای یواش یواش ازت خوشم میاد. از من یا ماشین؟ هر دوتون. ببخشید که وقت شما رو گرفتم. میخواستم راجع به یه موضوع مهمی با شما صحبت بکنم. شما تلفن خونه خانم فلاح رو ندارین؟ نه، فقط شماره موبایلشون رو دارم. آدرسشون رو چی؟ هیچی. چطور مگه؟
به نظر شما این خانم چه جور آدمیه؟ نمیدونم. نمیدونید یا نمیخواید بگید؟ به قول شما آدم ها تو گذر زمان خودشون رو نشون میدن. اما تا اون موقع خیلی دیر شده. شما نظر مثبتی ندارید بهشون؟ من برای همین اینجا اومدم. چه کاری از دست من برمیاد؟ من میخوام راجع بهش تحقیق بکنم. تحقیق؟ بله. از شما میخوام که بهم کمک بکنید. در چه موردی؟ پسری که با یه نگاه دلش بلرزه از دست من چه کمکی برمیاد؟ من میخوام نجاتش بدم. تا خودش نخواد نمیشه. من همیشه فکر میکردم که عروس آیندم یه دختر شایسته‌ای مثل شما باشه. من میخوام که تو حل این قضیه با من همکاری بکنید. چشم. هر کاری که از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم. مثل یک خواهر. سلام. کجا؟ کارت دارم. هیچ معلوم هست داری چی کار میکنی؟ کار بدی نمیکنم. تا کار بد چی باشه؟ اگه منظورتون خرید اون ماشین هست که... دقیقاً. ببخشید من اختیار حساب شخصی خودم هم ندارم. چرا همه چی رو قاطی میکنی دانیال؟ کی از حساب شخصی تو حرف زد؟ من میگم هر کاری قاعده و اصول داره، که البته باید با اصول شما هماهنگ باشه. ما هنوز نمیدونیم این دختر کیه، آدرسش کجاست، خانوادش کیان، پدرش چجوری مرده، خدای نکرده دزد بوده، قاچاقچی بوده، قاتل بوده. شما حق ندارین به کسی که دستش از دنیا کوتاه توهین کنین. بر من مهم خودشه، نه چیز دیگه. اتفاقا تو اصلا نمیشناسیش دانیال. اون میخواد از تو سوء استفاده بکنه. آدم و هم فرق دارم بابا. تا همین چند وقت پیش فکر میکردم کاملا شما رو میشناسم، اما الان احساس میکنم یک عمر داشتم با یه آدم غریبه زندگی میکردم. غریبه. من حتی الان خودم هم نمیشناسم. دیگه تمومش کن دانیال. نورا برخلاف خیلی دختره دوست نداره زندگیشو رو آب بسازه. دوست داره محکم قدم برداره. زیر پای صفر باشه. خب البته منم بهش حق میدم که نگران آیندهش باشه. تو خیلی بچه‌ای دانیال. تو خیال میکنی همه مثل خودت فکر میکنن. مثل خودت هستن. مشکل شما اینه که هنوز خیال میکنین جای من باید فکر کنین و تصمیم بگیرین. اما حرف آخر. یه وظیفه پدری برای من مونده. برای تو زن بگیرم، خونه و زندگی تشکیل بدم. این کارو میکنم. ولی دیگه روی من حساب نکن. برو خونه تو رو زمین سفت بساز. خودت. تنها. حالا خوب نیست نورا. دلم نمیخواد یه همچین اتفاقی بیفته. چی حرف میزنی؟ هنوز باورم نمیشه. حالا آروم باش. به این فکر کن که پدرته. بالاخره برات زحمت کشیده. خیلی خوب. حالا بعدم ما هم صحبت میکنیم. خدافز. با چه حرف میزنی اینجوری؟ خودمونی؟ پسرش بود. با حالا غیرتن کوتا بیا. شما از چی انقدر میترسید؟ من؟ از چی باید بترسم؟ یه چیزی هست که به من نمیگی. من همه چی رو بسات گفتم. یه بار دیگه برام تعریف کن. تا طاقتشو تا داری؟ طاقتشو؟ چی میخوای بگی؟ برای
چه میخوای سر چهارا بایستی که الو تو جر بدی صدا تو بری بالایی بگی کپون کپون کپونه کارگری کارمندی میگی چی 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 کار کنه یه کار درست و درمون یه کار همه چی تموم خلاف ملاف که نیست ترس نبودی نیستم یه کار هلوگ چی؟ کار سه سوته مولای درزش نمیره کار درست حالا چی هست؟ طرف جوای فروشه درگاه صندوق باز کن چه میخوای؟ گفتم درگاه صندوق باز کن قلبه پسرم نداشته باش داره خودش شلیک نکن برو کنار گفت صندوق بازه برو کنار چی میخوای؟ برو کنار من حق نداریم میریم جایی دیگه به تو مربوط نیست تو یه جانی هستی برش کن تو داری همه چی خراب میکنی برش کن خسروش شکوهی هادیر رادمنش بابا تو کشت او رو تلا جواراتم ورداش رفت که رفت رسیدیم ترمینال قبل از اینکه اتوبوس حرکت کنه هرمینا رو زدم موشک خورد من دیگه هیچی نفرم وقتی به هوش اومدن چند روزی به بستری بودن مامان تم این من کلی گشتم تا پیداش کردم تو همون بیمارستان روزنامه نوشته بود که راننده یعنی بابا در اثر تصادف و انفجار ماشین کشته شده و قابل شناسایی نیست دو نفر دیگم معتبر شد بعدش مامانت رب پزشکی قانونی با هر درد سری بود جنازه رو تحویل گرفت ما دفنش کردیم چرا زودتر بهم نگفتی؟ میخواستم بهت بگم خودت عجله کردی خواستو همین رادمنش با همون پول و طلا و جواهرات رسیده به اینجا تبدیل کرده به نرقه بود کارخونه و زمین و ملک و باغ و هر کی که داره و نداره بیچاره بابا و باد ناده میکشمش بچگی نکن بچگی نکن قرارمون یادت باشه دارم یه خواستگاری مهران هادی رادمنش واسه پسرش از تو؟ پسرش از من خوشش اومده فکر کن من دارم میشم عروس هادی رادمنش خسرو شکوهی سابق برکن نورا فکر نمی کنم آدم محقی باشی برای حرف زدن با این گندایی که زدی عباس بهت میگفتم تو چته؟ سهمتو میخواستی که گرفتی تو هم سهمتو گرفتی؟ چه فرقی میکنه؟ دانیالم همون رادمنشه دیگه خیلی فرق میکنه الان من جونشو میخوام بچگی نکن نورا باید
بمیره. درد سر درست نکن. مهم نیست. با کشتن اون بابا زنده میشه. نمیتونم ببینم قاتل بابام صاف صاف داره تو خیابون را میره. تو میدونی غم بی پدری برای یه دختر یعنی چی؟ میتونی تصور کنی وقتی یه دختر بچه کوچولوی هر روز با چشمای گریون به دست دوستات نگاه میکنی که با باباهاشون میان مدرسه؟ میتونی تصور کنی چه شبایی از خواب بیدار شدم منتظر نوازش بابام بودم و نبود؟ میتونی چقدر دوست داشتم باشه حرف بزنم، درد و دل کنم؟ دوست داشتم باش برم بیرون، دارم خواست بهش تکیه کنم و نبود؟ نه، تو نمیفهمی بی پدر یعنی چی؟ میدونستم تو طاقتشو نداری. راست میگه اون نامد قاتل خائن حقش مرگه، اما خودتو تو درد سر ندار. آمال چی میگردی؟ انتقام. این بود سورپرایزت؟ سورپرایزتو چه؟ این اون پسر خریده برات. بچه نشو. بچه نیستم ولی خرم نیستم. بهم اعتماد کن، برای توضیح میدم. تا که میخوایی مسئله بازی تو ادامه بدی؟ بیا آخرشم تموم میشه. آخرش من احمق سادره بگو، من خرخونه خریدم گفتم بیا اینجا نگاهش کنی. مبارکت بشه. مبارک صاحبش بشه. صاحب شمایی دیگه. صاحب شمایی. تو واقعا اینجا رو برای من خریدی؟ پس به نامم کن. هرچه میترسونی فقط لبتر کن. انقدر منو دوست داری؟ یعنی هر کاری بگم برام میکنی؟ هرچی باشه. فکر نمی کنم مردش باشی. میتونی امتحان کنی. هدیه رادمنشو برام بخوش. میگم تو رو من چی فکر میکنی ها؟ تو فکر کردی من کیم اصلا چی پیشنهادی بهم میدی؟ فکر کردی من چی کارم؟ چی بهم میگی؟ آدم با کشم؟ گفتم که مردش نیستی. معلومه مردش نیستم. اصلا آدم کشی خودش ذاتش نامردیه. کشتن یه نامرد ته مردیه. تو داری کسی رو مجازات میکنی که دست قانون فرار کرده. یه قاتلو. قاتل مردی که الان تو این قبر خوابیده اون مرد پدر منه. تا انتقامش هم نگیرم آروم نمیشینم. این آخرین شرطه. تا موقعی هم که انجامش دادم هیچ کاری نمی کنم. پوش کن نورا، تا این قصه که داری میگی من از بهرم. من که میدونم این داستان رو پیاده کردی که بزنی زیر همه چی. ببینم اصلا از کجا معلوم؟ از کجا مطمئنی که همه این قصه که سرم کردی راست باشه؟ تو ترسیدی. من اینو خوب میفهمم. من که میگم تا این قصه رو از بهرم. این شرط منه. میتونی قبولش نکنی همون مردی که بودی باقی بمونی. فقط دور منو خط بکش. یادت نره. دانیال عزیز، سالهاست که نفس به نفس با تو زندگی کردم، اما هرگز از تو دور نماندم. تو همیشه برای من مرکز عشق و عاطفه بودی. هرگز باورم نمیشد روزی فرا رسد که به واسطه دختری که هنوز نه تو میدانی کیست نه من، مرا به کنار بذاری و رو در روی من بیستی. عشق را من به تو آموختم، اگرچه عشق آموختنی نیست،
و احساس کردنی است. با این همه عشق می آید تا دلت را نه فقط برای معشوق که برای دیگران نیز بلرزاند. عشق می آید تا ما را مهربان تر کند، خشم و کینه را به دور اندازد و مهر و دوستی را جایگزین کند. دانیال من، برایت آرزوی خوشبختی می کنم. می ماند یک چیز، این روزها تو را سخت نگران خودم کردم و آزردمت. رازی با خود دارم که به وقتش برایت خواهم گفت، رازی که می دانم با گفتنش آرام خواهم شد. شاید زمان مرگم، شاید زمان مرگم زمان افشایان باشد. پدرت هادی. بله. سلام. سلام. ببخشید، منظر خانم فرلا؟ نه اشتباس. نه خانم اشتباه نیست، چون آدرسی که به من دادن دقیقا همینجا بود. کلا که شون زد. فلاح نداریم. نورا فلاح. نورا داریم اما فلاح نه. آره همون نورا خانم. تشریف دارن؟ نخه. شما چی کارش داری؟ خانم چطور بگم، میشه با تون حرف بزنم؟ شما دختر من از کجا میشناسی؟ دخترتون؟ بله. یعنی دختر واقعیتون؟ بله. طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ خانم من باید باهاتون حرف بزنم.
سال سطح هوشیار شده و هم مشکل تنفسی هم داره. چقدر زمان میبره شرطش اسمش مشخص بشه؟ حداقل 48 ساعت باید زمان بگذره، اقدامات پاراکلینیک و اقدامات تشخیصی تکمیلی باید انجام شد که وضعیت بیمار مشخص بشه. درسته. وسایل شخصی مدارک شناساییشو میخوام ببینم. بله بفرمایید. بله خودم هستم. کجا؟ کدوم بیمارستان؟ بچه خانم فردا، شما چه نسبتی با آقای رادمنش داری؟ همکارشون. فقط همکارشون؟ یه صحبتهای برای ازدواج کرده بودیم که جدی نشد. به نظر میرسه تصادف طبیعی نبوده، احتمالا سوء قصد بوده. میخواستم بدونم آقای دانیال رادمنش با کسی اختلافی مشکلی نداشته؟ تا اونجایی که من خبر دارم نه. خواهش میکنم هرچی میدونیم بگین، حتی کوچکترین مورد. اصلا همینجوریه، چرا باید چیزی رو مخفی کنم؟ شما از پدرشون خبر ندارین؟ نه خیر. الو سلام. کجایی مگه؟ دور از قیلقان، کنج خلوت. پس برای همین گوشیده خاموش کرده. دیگه میخوام برای خودم باشم. دیگه نمیتونی، دیر شده. هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست. زنگ زدم بهت بگم دانیال تو بیمارستانه. زدندش نام ماشین کوفتن اشروز می امونش ندادم، حالام تو کماست. احتمالا کاری همون هست که دستشون فرار کرده. دانیال تو کن واسه دا چرا کسی اینجا نیست؟ اونا منتظرن. منتظر چی هستن؟ منتظر اینکه این بچه بمیره که جسدشو به من بدن؟ نمیخوام، من نمیخوام. بوش بده چی میگم تو خودت خوب میدونی اینجا یکی از بهترین بیمارستان اصفهانه. دکتران مراقبشن. نه به هوش نیاد که نمیتونم براش آستانه. کی به این روز انداختش؟ کی؟ این عکس نشون میده که ضربه شهیدی به سر پسرتون وارد شده. اون دچار کانتوژن مغزی شده. فعلا حالش اصلا خوب نیست. توی کماست و رفلکساش جواب نمیده. ما با دستگاه قلب و تنفس اون رو کنترل میکنیم. آقای دکتر، امیدی هست؟ نمیخوام به تو امیدواری بیجا بدم. برجهت همه چیز ظرف 48 ساعت آینده مشخص میشه. زنگ زدم آقای رادمنش جواب نداد. شما الان کجایین خانم گلستان؟ تا کی بیمارستان بودین؟ یعنی هنوز به هوش نیومده؟ نه من تهرانم، بعد به مامان سر میزدم. صبح برمیگردم اصفهان. تو از من خوشت نمیاد مگه نه؟ از کجا میدونی؟ کسی بهت گفته؟ فهمیدنش کار خیلی سختی نیست، میفهمم. با اومدنم هم کم کم همه چی عوض شد. جای تو رو گرفتم. هیچ کس نمیتونه جای کسی رو بگیره. هر آدمی جای خودشو داره. از وقتی من اومدم نقشتو خیلی کم رنگ شد. چه توی مسائل مالی، چه تو روابط عاطفیت. من هیچ رابطه عاطفی با آقا دانیال نداشتم. اما دوستش داشتی. واسه همینم از من خوشت نمیومد. گفتن این حرفا اونم الان دیگه چه اهمیتی داره؟ راست میگی. دانیال برای هر زن یه مرد ایدئاله، یه مرد فداکار،
من واقعا اولش اومده بودم که فقط براش کار کنم، اما مجبورم کرد که ببینمش، وادارم کرد بهش گوش کنم، بدون اینکه خودم بخوام. یه روز به خودم اومدم دیدم عاشقش شدم. من فکرامو کردم، من میخوام از زندگی دانیال برم بیرون. اگه تا الانم صبر کردم فقط به خاطر این بوده که حالش خوب شه. الان من مطمئنم آقا دانیال جور دیگه ای فکر میکنه. اگه حتی ازتم ناراحت باشه شک ندارم میبخشدت. اگه اونم ببخش، من هیچ وقت خودم نمیبخشم. همش دروغ گفتم، یه دروغ بزرگ. به هوش اومد خانم. دانیال به هوش اومد. پس بیاریم. بریم، به هوش اومد. خانم گلستان، نورا رو نمیبینم. نیستش. یعنی کجا رفته؟ نمیدونم. آقا قدرت که صدامون کرد فکر کردم داره دنبالم میاد، موبایلش هم جواب نمیده. حالش دانیال حالش بهتر شده، اون وقت پیداش نیست. چیزی به شما نگفت؟ گفت از زندگی آقا دانیال میخواد بره بیرون. بره بیرون؟ اونم الان؟ اونم این موقع؟ عذاب وجدان داشت، میگفت به دانیال دروغ گفتم، یه دروغ بزرگ. گفت دیگه نمیتونم ادامه بدم. خب چه دروغی؟ آخر نوشته بودین خوندم. شما داشتین کجا میرفتین؟ اصلا نمیخوام تو زندگیتون سرک بکشم، ولی باید به من حق بدین، باید به من حق بدین که بدونم کجا داشتین میرفتین. اصلا برای چی داشتین میرفتین؟ آره میخواستم برم، چون دلیلی برای موندن نداشتم. تنها دلیلم تو بودی، تو هم که رفته بودی دنبال سرنوشت خودت. به خاطر یه دختر رو در روی من وایسادی. نه نه نه، همه چی نورا نیست. شما تو نامتون از یه راست گفته بودید. من شک ندارم که تمام این اتفاقاتی که افتاده همش به هم ربط داره، حتی این تصادف. ترس آزار بهت نمیرسه. انتقام عقل تو برده، یه وقت به
خودت میای که دیگه خیلی دیر شده. هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، همه زندگیمو میدم مرگ رادمنشو ببینم. نورا بهت التماس میکنم، به خاطر من مادرت اونو دق میکنه. از این بدتر نمیشم. برو از یه زرز خودم باشم. به مادرت میگم همه چیو. جرأتشو داری؟ برو برو سلام. اگه در مورد گذشته خودت دروغ نمیگفتی، سکوت نمیکردی، صادق بودی، هرگز رد صلاحیت نمیشدی. آره قبول دارم، اما من زمان نداشتم که خودم رو توجیه کنم. به همین دلیل پیگیری نکردم، اعتراض نکردم، همه ی تهمت هارم تحمل کردم. خب اشتباه کرده، با زودتر از نهایت اعتراف کردی برادر من. آخه من نمیدونستم قضیه به اینجا کشیده میشه. من در گذشته خطایی کردم، درست، اما جزاشو کشیدم، مجازاتشو کشیدم، حبسشو کشیدم. بفرما، اینم مدرک. تو نباید هویت خود عوض میکردی. دیگه از خودم بدم میومد، یه آدم بیگناهی کشته شده بود. من ندونسته و ناخواسته در خونی که ریخته شده بود خودمو شریک میدونستم. خب میترسیدم. اچه چی؟ تو که مجازاتش تعمل کرده بودی؟ از گذشته خودم، سوء سابقم، میخواستم فرار کنم. بگه میشه فرار کرد؟ نه نمیشه. تازه فهمیدم که نمیشه فرار کرد، چون خدایی هست، وجدانی هست که نمیشه همیشه بهش دروغ گفت، نمیشه همه چیزو پنهان کرد. خب حالا وقتش هست که به دانیال بگو. ببین محسن، تو یه کمی صبر کن، بذار دانیال خودشو پیدا بکنه، بذار من خودمو پیدا بکنم، من خودم همه چی رو بهش میگم. اگه نگفتی؟ خیلی خوب، اون وقت تو بگو. کجا؟ یه قراری دارم باید بهش برسم. با چی؟ اینم باید بگم؟ آره اوهو. با نورا. باید مسئله دانیال حل کنم. سلام بایدان. سلام، حال شما؟ ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، اما بازم وقت اومدین که نورا نیست. نه اتفاقا من با نورا کاری ندارم، من با خود شما کار دارم خانم دوله. فامیله من از کجا میدونی؟ نورا بهتون گفته؟ اصلا مسئله من نورا نیست. نورا نیست؟ پس چی؟ نادر کوکزاد. نادر کوکزاد؟ جمشید تو که همه چیو میدونی، پس منو بازی نده. مهران، مهران خبت کردی، خبت. آره جمشید خبت کردم، خط کردم که خامه رفاقت تو شدم، خامه حرفای نورا. سنگ نشده خونه و ماشین رو انداختیم پیش پام که سر وقت بپیچید نسخه رادمنشو. با چی؟ با دستای من. نورا میخواست انتقام پدرشو بگیره. با چی؟ بازم با دستای من. نقشتون خیلی راحت خوندنی بود، خیلی،
فقط یه جفت چشم میخواست که کور نشده باشه از عاشقی که نداشتم منو بدبخت. معادلش روشنه، یه تیر و دو نشون. اینجوری هم انتقام پدرشو میکشه، هم با دانیال که وارث اون همه مال اموال پدرش ازدواج میکنه. اینجوری ها نیست، اینجوری ها نیست مهران. حالا کجا هست؟ رفته اصفهان. اصفهان واسه چی؟ رفته کاری رو که رو نتونستی تمومش کنی تمومش کن. جمشید من قول نداده بودم کاری رو بکنم که حالا نتونسته باشم تمومش کنم. در ضمن اون با کش رادمنش نیست. میکشه مرا، میکشه. نمیتونم اون عباس بذاری. من نمیتونم جلوش بگیرم. به حرف من گوش نمیکنه. اگر هادی رادمنشو بکشه هر سمون آروم تموم شه، میره پکاش. پس دیدی جمشید، دیدی حق با منه؟ پدره رو بکشه، پسره رو به دام بندازه. گوش مرانه، نمیتونه نمیتونه پسره رو به دام بندازه. چرا؟ میتونه. گفتم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ بابا واسه اینکه هادیه رادمنش پدرش من اصلا نمیفهمم چی داری میگی. نورا دو داره راحت منش خواهره ناتانیت جانی چرا این رو زودتر به من نگفتی؟ زنگ بزن جلوشو بگیر قبل از اینکه یه فاجعه بشه. جمشید چرا به من دروغ گفتی؟ ها؟ چرا به من دروغ گفتی؟ من دروغ نگفتم، همه چی راست بود. فقط من جای نادر گوزاد و آدی رادمانش رو با هم عوض کردم. همین مرا پدر نورا زنده است. کسی که خوب خوابیده خوب کوگه نه راد منشه نه نادر کوزاش با خوار من. چرا این کاری کردی؟ چرا؟ نادر کوزاد آدیه راد منش من خیانت کرد. قرارمون این نبود. او رو حلا بود جواهرات رو برداش برد زنش ناهیدم بل کرد و رفت. آره ولی این وقت تو فقط به نورا خیانت کردی. مهران جلوش بگیر نزار که گیر بشه. ریجکت میکنه، تلفن منو جواب نمیده. او زنگ بزن بهش بگو دارم همین کارو میکنم. خاموشه، میفهمی؟ خاموشه. نه آده رو بگیر آدیه.
هادی رادمنش رو بگیر. رد میکنه واسه من. مرا مرا بی بو اسفان نازم فاجعه بشه. هفت ماه بعد از تصادف که منجر به مرگ نادر شد، نورا به دنیا اومد. ولی نادر کوهزاد، شوهر شما، پدر من زنده است. چی دارین میگین؟ نادر کوهزاد پدر شما؟ شما حالتون خوبه؟ نه خانم، حالم خوب نیست. اصلا حالم خوب. اینا دروغه، دروغ. اینا چی؟ اینا هم دروغه؟ این نداره که دیگه دروغ نیست. خوش اومدیم، بفرمین. شما بفرمین. نه خواهش میکنم. ببخشید. آقای رادمنش. بله. امانتیتون. من این ماشین رو به شما هدیه نکردم. که ازتون پس بگیرم. چرا نمیفرمین؟ بفرمین بشینین. چی میل داریم؟ قهوه لطفا. قهوه؟ اگه امکانش هست. من تو درست کردن قهوه زیاد تبحر ندارم مثل دانیال. شما قهوه دوست ندارین؟ چرا؟ چرا؟ خب پس اگه اجازه بدیم من درست کنم. حاضر شد؟ داره حاضر میشه. عجب قهوه‌ای شده. خواهش میکنم شما زحمت بکشید. خواهش میکنم چه زحمتی؟ اجازه بده من بیارم. نه میهمانی گفتم، میزبانی گفتم. بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید. نگرانی؟ نه اصلا. این قضیه تو دانیال؟ ها چیزی هست که من بدونم؟ دلیل اسرارت رو نمیفهمم. آخه من پدر دانیالم. قهوه‌تو بخور. خودش همه چی قبول کرده. اگه قبول کرده بود که من اصرار نمی کردم. اصرار شما نتیجه نداره. چرا این فکر رو میکنی؟ از خودش بپرسن. اونم همینه میگه که از تو بپرسن. خب عجب قهوه خوشتمی. دست درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب چرا ساکتی؟ نمیدونم چی باید بگم. پس لااقل قهوه تو بخور. قرار بود ما با هم حرف بزنیم ها؟ بخور. داغه. ببین دخترم، حالا هرچی هست و نیست بگو. من به دانیال دروغ گفتم. میدونم. میدونید؟ میدونم که دروغ گفتی، اما نمیدونم چه دروغی. خواهش میکنم از من نخواهید که چیزی بگم. ببینیم، من توی شرایط خاصیم، توقعم ندارم که شما درکم کنید. من سعی میکنم که درکت کنم. وقتی من وارد زندگی دانیال شدم، به شرایطی رسیدین که شمشیر از رو برام بستین. حالا که میخوام از زندگیش برم بیرون، بازم رو برون وایسادین. خب این طبیعیه. اون موقع نمیشناختمت، حالا میشناسمت. مطمئنین که میشناسین؟ راستش کاملا نه. شما به خاطر هویتم منو تو ذهنتون متهم کردین. هویتی که به خاطر شاید صلاحیت شدی رو نتونستین از خواهیتون دفاع کنید. حالا چه توقعی از من دارین؟ حالا میخوام راستشو بهتون بگم. طاقتشو دارین؟ داری منو نگران میکنی؟ قهوه‌تونو بخورین. سرد میشه.
شناسی داده بودی؟ کسی رو که به خاطر عشق و علاقه به تو داشت جونش رو از دست میداد، نه آقای رادمنش، من با دانیال بازی نکردم. من و دانیال وارد بازی شدیم که شما اونو شروع کردین. من اون دروغ، دروغی که تمام اون سالا خودتو پشتش مخفی کردی که از خودت برای دانیال یک قدیس بسازی، اقرار کن من برای همین امشب اینجام. دانیال پسر منه، اونو مثل پسرم بزرگ کردم. تو زلزله رودبار پدرش اونو به من سپرد، وقتی که داشت جون میداد خواست که من براش پدری کنم. چی؟ دانیال پسر تو نیست؟ که تو نمیخواستی همینو بشنوی؟ اگه زندگی بهت فرصت بده شاید رازهای بیشتری ازت بشنوم. تو چی کار کردی؟ این ما دوتا یه نفر امشب میمیره. چیزی رو که شروع کردم تا آخرش ادامه دادم. مگه تو چی از زندگی من میدونی؟ خیلی چیزا ازت میدونم خسرو شکوهی. شکوهی رو از کجا میشناسی؟ اگه میشه که آدم مردی رو که تمام زندگیش رو نابود کرده یادش بره، ثروت و جنایت، ثروت و اسم و رسم بر خودت رو انداختی و تمام این سالا باش زندگی کردی، داری چی میگی؟ من با اون پولا به اینجا رسیدم، من اون پولا و جواهرها رو پس فرستادم، شب هفته جواهر فروش به خانوادهش. تو کی هستی نورا؟ من کسیم که بعد ازت انتقام میگیرم. نه دختر مردی که با بیرحمی کامل به قتل رسوندیش، دختری که تمام عمرش با حسرت بی پدری زندگی کرد. من دختر نادر کوهزادم. Thank you.
اینجا چی کار میکنی؟ تمام این سالا بدبختیمونو ازش گرفتم. الو نونو ناهید کجایی؟ من میگم کجایی؟ چی کار کردی جمشید؟ من؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چی شده دوباره؟ شوهر من نادر، چرا این کارو کردی؟ چرا؟ هنوزم زنده است. تو کشتیش. مقصر من بودم، باعث و بانی همین اتفاقات من بودم. نه اصلا اینطوری نیست، خودت عذاب نده. نورا خواهرمه؟ نه. خب پس کی؟ نورا دختری بابات؟ از من کی؟ تو؟ پسر خونده این مرد. کی تو اون قبر خوابیده؟ آره خواستار شکویی. شوهرت به من خیانت کرد، پول و طلا و جواهرات و برداشت در رفت، تو رم ببل کرد و رفت. شوهر من خائن نبود، خیانت نکرد. هنوزم بابا باور نمی کنی؟ اگه باور می کردی بهت دروغ نمی گفتم، جای نادر و خسرو رو عوض نمی کردم. بس کن، شوهر من نادر همون موقع پول جواهر را پس داد، به خانواده همون جواهر فروش که تو کشتی. بعد از بمبارون ترمینال دنبال ما میگرده، پیدامون نمی کنه. خبرها اسم من و تو جزو کشته شده اعلام میشه، اونم میذاره از تهمون میره. تو باید جواب پس بدی جمشید. جواب همه چی رو شده، میتونی بمونی، میتونی هم بری. وقتی هادی با بابا داشت نمیشه، یعنی پدرم با پدرم بابات به دادش میرسه، اینو با خودش میبره رودبار، برش یه اتاق اجاره میکنه، دوتایی تو باغ کار میکنن، باغ زیتون. تا اینکه زلزله میشه، از تموم خانواده فقط تو زنده میمونی. بابات اون دمدمای آخر عمرش که نفسای آخرش رو میکشیده، تو رو میسپره دست این مرد. این مردم تا
تو رو با خودش برمیداره میاد اصفهان. البته شناسنامه تو و بابادم با خودش میاره. تا الانم با این اسفندگی میکنه. چرا؟ پدری واقعی تو هادی رادمنش یه رسمنده بود، یه فرمونده. پدرخونده تو نادر کوهزاد تحت تاثیر اون میره چپ. از اون وقت به بعد راه رسمش عوض میکنه. شاید دیگه دلش نمیخواسته با اسم نادر کوهزاد زندگی کنه. به خاطر همین شناسنامه بابا دوبر میداره تو با اسم اون زندگی میکنه. هادی رادمنش. آقا کجا تشریف میبری؟ مریض دارم. مریضتون کیه؟ آقای رادمنش، هادی رادمنش. نادر کوزاد، شوهر من، پدر تو، این انتقامت بود. یه انتقام کور. ما کی هستیم نورا که از همه چی خبر داشته باشیم؟ تو قاضی بودی؟ این چه حکمی بود؟ چه مجازاتی؟ بدترین، شدیدترین مجازات. با چه دلیلی؟ چه مدرکی؟ چه سندی؟ زنده است؟ سلام.